Eşi anlatıyor. برای داوود هستیم برای دعای شروع. من در خدمتم. میتونین از برادران انگلیسی استفاده کنیم برای دعایی که بچه ها تمایل ندارن. نه اوکی، آره همین کار کردم، از برادرین و برادرجان استفاده کردم. کلا گروه فکر کنم نزدیک 100 نفره، ولی من 5 تا داوطلب میخوام گیر میکنم. ممنون میشم دعای شروع داشته. خب مرسی. So we start our today's meeting with word of pray by Brother Davos. به احترام و حضور وجود و مرور خداوند در زندگیمون سکوت میکنیم. We respect God and remain silent because of his existence to our lives. ای پدر ما که در آسمانی، ازت درخواست میکنیم تو همه مراحل زندگی به کمک همه ما بیای. Our Father in heaven, we ask you to come and help us through all matter in our life. لطفاً به ما کمک کن امروز کلام و پیام عشق تو رو دریافت کنیم. Please help us today we understand your word and your love. به ما کمک کن پذیرش مشکلات، مشقات و گرفتاری این دنیا رو داشته باشیم. Please help us to can tolerate all the problem and trouble in the world. لطفاً به ما کمک کن با محبت با خودمون و اطرافیانمون برخورد کنیم. Please help us to be kind with ourselves and our friends and surrounding. و متوجه باشیم که عیسی که بود، چه بود و چه کرد. And understand who was Jesus and what has been done for us. و طبق روال همیشه تمام دعا رو در نام تنها پسر یگانه عیسی ناصری میخواییم. As always, I ask all this prayer through only begotten Son Jesus Nazareth. پادشاه آینده، آمین. Upcoming King, Amen. ممنون از برادر داود به خاطر دعای خوبشون. سه تا روحانی داریم. روحانی اول برادر شایان، دوم پادشاهان باب 6. شایان صفحش هم فقط بزنید. We have three portion of reading for today. First one we'll read by Brother Shayan. First King. Which chapter? کدوم باب؟ باب 6. دوم پادشاهان باب 6. Chapter 6. صفحه 466. روزی گروه انبیا به الیشع گفتند: چنان که می‌بینی مکانی که در آن نزد تو گرد می‌آییم برای ما بسیار کوچک است. رخصت ده به اردن رویم و از آنجا هر یک تکه چوبی برگرفته مکانی در آنجا جهت سکونت خود بسازیم. الیشع گفت: بروید. سپس یکی از ایشان گفت: مرحمت فرموده، خود نیز با ما بیا. الیشع پاسخ داد: می‌آیم. و با ایشان رفت. آنان به اردن رفتند و به قطع درختان مشغول شدند. اما چون یکی از آنها درختی را می برید، تیغه آهنین تبرش در آب افتاد و او بانگ برآورده گفت: آه ای سرورم، این را امانت گرفته بودم. مرد خدا پرسید: کجا افتاد؟ و چون محل افتادنش را به وی نشان داد، چوبی برید و آنجا انداخت و آهن را روی آب آورد و گفت: آن را برگیر. پس او دست پیش آورده آن را برگرفت. و اما پادشاه ارام با اسرائیل در جنگ بود. او پس از مشورت با سرداران خود گفت: اردوی من را در فلانجا برپا خواهیم کرد.
ولی مرد خدا برای پادشاه اسرائیل پیغام فرستاد که مراقب باش، از فلانجا نگذری، زیرا ارامیان برانند بدانجا فرود آیند. پس پادشاه اسرائیل مردانی را به محلی که مرد خدا او را خبر داده بود فرستاد. بدین سان الیشع بارها پادشاه اسرائیل را هشدار داد، به گونه ای که او از رفتن به آن مناطق خودداری می کرد. پادشاه ارام از این امر به خشم آمد و سردارانش را فراخوانده بدیشان گفت: بگویید کدام یک از ما با پادشاه اسرائیل تبانی کرده است؟ یکی از آنها پاسخ داد: ای سرورم پادشاه، هیچ یک از ما چنین نکرده، بلکه الیشع نبی که در اسرائیل است، هر چه در خوابگاه خود میگویی به پادشاه اسرائیل خبر میدهد. گفت: بروید و ببینید او کجاست، تا مردانی را به دستگیری او بفرستم. و او را خبر دادند که اینک الیشع در دوتان است. پس اسبان و عرابه ها و لشکری از این بدانجا گسیل داشت و آنان شبانه آمدند و شهر را به محاصره آوردند. بامداد روز بعد چون خادم مرد خدا برخاست و بیرون رفت، دید سپاهی با اسبان و عرابه ها شهر را محاصره کرده است. خادم پرسید: آه ای سرورم چه کنیم؟ الیشع پاسخ داد: مترس، زیرا آنانی که با مایند از کسانی که با ایشانند بیشترند. و دعا کرد و گفت: ای خداوند، چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او نگریست و دید که کوها پوشیده از اسبان و عرابه های آتشینی است که الیشع را در بر گرفته بودند. و چون ایشان بر او فرود می آمدند، الیشع نزد خداوند دعا کرد و گفت: تمنا می کنم این قوم را نابینا گردانی. پس خداوند به دعای الیشع همگی را کور ساخت. آنگاه الیشع با آنها گفت: راه این نیست و شهر این نیست، راهی نیست و شهری نیست. از پی من بیایید تا شما را نزد مردی که به جستجویش آمده این ببرم. و آنها را به سامره برد. چون به شهر سامره در آمدند، الیشع گفت: ای خداوند، چشمانش را بگشا تا ببینند. پس خداوند چشمان ایشان را گشود و دیدند که اینک در سامره اند. هنگامی که پادشاه اسرائیل آنان را دید، به الیشع گفت: ای پدرم، آیا ایشان را بکشم؟ آیا بکشم؟ الیشع پاسخ داد: ایشان را مکش، مگر تو مردانی را که به شمشیر و کمان خیش به اسارت میگیری میکشی؟ با آنها خوراک و آب بده تا بخورند و بنوشند و سپس نزد سرورشان بازگردند. پس ضیافت بزرگی برای ایشان ترتیب داد و پس از آن که خوردند و آشامیدند، رخصت داد تا نزد سرور خود بازگردند. از آن پس لشکریان ارامی دیگر به سرزمین اسرائیل حمله نیاوردند. چندی بعد بن‌هدد پادشاه ارام همه لشکر خود را بسیج کرد و برآمده سامره را محاصره نمود. شهر به قحطی سخت گرفتار آمد. محاصره چندان به درازا کشید که سر یک الاغ به بهای 80 مثقال نقره و یک چهارم پیمانه چلغوز کبوتر به بهای 5 مثقال نقره فروخته می شد. روزی پادشاه اسرائیل بر باروی شهر می گذشت که ناگاه زنی فریاد برآورد: ای سرورم پادشاه، یاریم ده. پادشاه پاسخ داد: اگر خداوند یاریت ندهد، من چگونه میتوانم کمکی به تو بکنم؟ از خرمنگاه یا چرخشت؟ سپس پرسید: چه شده است؟ زن پاسخ داد: این زن به من گفت پسرت را بده تا امروز او را بخوریم و فردا پسر مرا خواهیم خورد. پس پسر مرا پختیم و خوردیم، ولی روز بعد که به او گفتم حال پسرت را بده تا او را بخوریم، پسرش را پنهان کرد. چون پادشاه گفته های آن زن را شنید، جامه بر تن درید و مردم او را دیدند که بر بارو راه می رود و زیر جامه خود پلاس بر تن کرده است. او گفت: خدا مرا سخت مجازات کند اگر همین امروز سر از تن الیشع پسر شافات جدا نکنم. الیشع در آن هنگام در خانه خود نشسته بود و مشایخ با او نشسته بودند. پادشاه پیشاپیش مردی را فرستاد، اما پیش از آن که مأمور از راه برسد، الیشع به مشایخ قوم گفت: آیا می‌بینید چگونه این قاتل کسی را فرستاده تا سرم از تن جدا کند؟ پس چون مأمور پادشاه از راه برسد، در را بر رو او ببندید و نگذارید داخل شود.
آیا این صدای قدم های سرورش نیست که از پی او می آید؟ الیشع هنوز با ایشان سخن می گفت که مأمور از راه رسید و جانب پادشاه گفت این بلا را خداوند فرستاده است. و چرا باید بیش از این بر خداوند امید بندم؟ آمین. ممنون. روحانی دوم برادر سهرابی، مراسی ارمیا، باب دوم. صفحه شما. درود خدمت همه دوستان. مراسی ارمیا صفحه 1058، 1058، باب دو. صفحه 1058. داوری خداوند بر اورشلیم. چگونه خداوند در خشم خود دختر صهیون را به ابری تاریک پوشانیده است. او شکوه اسرائیل را از آسمان به زمین افکنده و کرسی زیر پای خیش را در روز خشم خود به یاد نیاورده است. خداوندگار جمله مسکنهای یعقوب را بی ترحم فرو بلعیده و دژهای دختر یهودا را در خشم خود منهدم ساخته است. او حکومت و حاکمانش را بر زمین افکنده و بی حرمت گردانیده است. او در حدت خشم خود همه شاخه‌های اسرائیل را قطع کرده و دست راست خیش را در برابر دشمن از ایشان عقب کشیده است. او همچون آتش مشتعل که از هر سو فرو می‌بلعد در یعقوب شعله برکشیده است. او کمان خیش را همچون دشمن برکشیده و دست راستش همچون خصم آماده پرتاب است. همه نیکومنظران را در خیمه دختر صهیون کشته و غضب خیش را چون آتش فرو ریخته است. خداوندگار همچون دشمن گشته و اسرائیل را فرو بلعیده است. همه کاخهایش را در کام کشیده و دژهایش را منهدم کرده است. او ماتم و سوگواری را برای دختر یهودا بس افسون ساخته است. او مسکن خیش را همچون باقی ویران ساخته و مکان ملاقات خود را به ویرانی بدل کرده است. خداوند اعیاد و شباتها را در صهیون از یادها برده و در شدت خشم خیش پادشاه و کاهن را خار ساخته است. خداوندگار مذبح خود را رد کرده و قدس خیش را ترک گفته است. او حصارهای کاخهایش را به دست دشمن تسلیم کرده است و ایشان همچون روزهای عید در خانه خداوند بانگ برآوردند. خداوند اراده فرموده که دیوارهای دختر صهیون را ویران سازد، پس آن را به ریسمان انداز گرفته و دست از هلاک کردن باز نداشته است. او سنگر و حصار را به سوگ نشانده و آنها را با هم فرو ریخته. دروازه هایش به زمین فرو رفته و او پشت بندهایش را تلف کرده و در هم شکسته است. پادشاه و صاحب منصبانش در میان اقوام دیگر به سر میبرند. دیگر شریعتی وجود ندارد و انبیایش رویایی از جانب خداوند نمیبینند. مشایخ دختر صهیون خاموش بر زمین نشستند. آنها خاک بر سر افشانده و پلاس در بر کردند. زنان جوان اورشلیم سرهای خیش رو به زمین خم کردند. چشمانم از گریه کمسو گشته و احشامم در پیچ و تاب است. جگرم به سبب ویرانی قوم عزیزم بر زمین ریخته، چرا که اطفال و شیرخوارگان در کوچه های شهر زحف می کنند. آنان در همان حال که چون مجروحان در کوچه های شهر از هوش می روند و در آغوش مادران خیش جان می سپارند، گریان به مادرانشان می گویند کجاست نان و شراب؟ برای تو چه شهادت توانم داد و با چه قیاس توانم کرد؟ ای دختر اورشلیم، به چه مانندت توانم کرد تا که تسلایت دهم؟ ای دختر باکره صهیون، زیرا که ویرانیتون همچون دریا عظیم است، کیست که تو را شفا تواند داد؟ انبیایت رویاهای دروغین و باطل برایت دیدند. آنان گناهانت را نمایان کردند تا سعادت را به تو بازگردانند، بلکه وعی کاذب و گمراه کننده برایت دیدند. رهگذران جملگی بر پشت دست خود میزنند و انگوش به دهان مانده بر دختر اورشلیم سر تکان میدن و میگویند آیا این از شهری که کمال زیباییش میخواندند و مایه شادمانی تمام زمین؟ دشمنانت جملگی دهان بر تو گشودند. آنان تمسخر کرده دندانها بر زمین میفشارند و میگویند او را فرو بلعیدیم، به این از روزی که انتظارش را میکشید. حال بدان رسیدیم و آن را به چشم میبینیم. خداوند آنچه را قصد نموده بود به انجام رسانده و کلامش را که از دیرباز امر فرموده بود تحقق بخشیده است. او تو را بی‌ترحم ویران کرده. او دشمن را بر تو شادمان ساخته و شاخ خصمانت را برافراشته است. دل ایشان نزد خداوند فریاد برآورده، ای دیوار دختر صهیون، بگذار اشکهایت روز و شب همچون سیلاب جاری شود. خود را آرامی مده و دیدگان بر هم مگذار. شبانگاه در ابتدای پاسهای شب برخیز و فریاد برآور. دل خیش را همچون آب به حضور خداوند بریز. به خاطر جان فرزندانت دستان خیش را به سوی او برفراز. فرزندانی که به سر هر کوی و برزن از گرسنگی بیهوش می شود. خداوندا بنگر و ملاحظه فرما که با چه کسی تا کنون چنین کردی.
آیا سزاست که زنان ثمره رحم خود را بخورند؟ فرزندانی را که به ناز پروردند، آیا سزاست که کاهن و نبی در قدس خداوندگار کشته شوند؟ پیر و جوان با هم در کوچه های به خاک در میغلتند، زنان و مردان جوان هم به دم شیر فرو میافتادند. تو به روز خشمت هلاکشان کردی، تو بی ترحم ایشان را از دم تیغ گذراندی، مانند فراخواندن مردمان به جشن روز عید. ترس های مرا از هر سو فراخواندی در روز خشم خداوند. هیچ کس جان به در نبرد و زنده نماند، آنان را که به ناز پرورده و بزرگ کرده بودم، دشمن من هلاک کرد. آمین. ممنون. روحانی سوم برادر امین، اول قرنتیان باب 15. Thank you. Second portion of today's meeting is the First Corinthians chapter 15. خب اول قرنتیان 14:97، صفحه 14:97، باب 15. 14:97 باب 15 اول قرنتیان. صفحه نه باشه رستاخیز مسیح. و اما ای برادران، اکنون میخواهم انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیل که پذیرفتید و بدان پای بندید و به وسیله آن نجات میابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید. در غیر این صورت بیهوده ایمان آورده اید، زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتاب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن، پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی خفتند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز، چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم، چرا که کلیسای خدا را آزار می رسانیدم. اما به فیض خدا آنچه هستم و فیض او نسبت به من بی ثمر نبوده است. برعکس، من از همه آنها سختتر کار کردم، اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. به هر حال خواه من خواه آنان، همین پیام را وضع می کنیم و همین است پیامی که به آن ایمان آوردید، رستاخیز مردگان. اما اگر موعظه می شود که مسیح از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما می گویند مردگان را رستاخیز نیست؟ اگر مردگان بر نمی خیزند، پس مسیح نیز بر نخواسته است، و اگر مسیح بر نخواسته، هم وعظ ما باطل است، هم ایمان شما. به علاوه برای خدا شاهدان دروغی محسوب می شویم، زیرا درباره او شهادت داده ایم که مسیح را از مردگان برخیزانید. حال آنکه اگر مردگان بر نمی خیزند، پس خدا او را برخیزانیده است. زیرا اگر مردگان بر نمی خیزند، پس مسیح نیز برخواسته است، و اگر مسیح بر نخواسته، ایمان شما باطل است و شما همچنان در گناه خود هستید، بلکه آنان نیز که در مسیح خفتند از دست رفتند. اگر تنها در این زندگی به مسیح امیدواریم، حال ما از همه دیگر آدمیان رقت انگیز است، اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است. زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود، بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند، سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آنگاه که پس از برانداختن هر ریاست و قدرت و نیروی پادشاهی را به خدای پدر سپرد. زیرا او باید تا زمانی که پا بر همه دشمنانش بگذارد حکم براند.
دشمن آخر که باید از میان برداشته شود مرگ است، زیرا خدا همه چیز را زیر پاهای او نهاد. اما وقتی گفته می شود همه چیز زیر پایهای او نهاده شد، روشن است که این خدا را که همه چیز را به پاهای مسیح نهاد در بر نمی گیرد. هنگامی که همه چیز مطیع او گردید، خود پسر نیز مطیع آن کس خواهد شد که همه چیز را زیر پاهای او نهاد، تا خدای کل در کل باشد. اگر مردگان بر نمی خیزند، آنان که به نیابت از ایشان تعمید می گیرند چه کنند؟ اگر مردگان بر نمی خیزند، چرا به نیابت از ایشان تعمید می گردند؟ و چرا ما هر ساعت جان خود را به خطر می اندازیم؟ به فخری که در خداوند من مسیح عیسی در مورد شما دارم، قسم که هر روز به کام مرگ می روم. اگر جنگ من با وحوش و در افسوس تنها به دلایل بشری بوده است، چه سودی از آن بردم اگر مردگان بر نمی خیزند؟ بیایید بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا می میریم. فریب مخورید، معاشر بد اخلاق خوب را فاسد می سازد. سر عقل بیایید و دیگر گناه مکنید، زیرا هستند بعضی که خدا را نمی شناسند. این را می گویم تا شرمنده نشوید. اما شاید کسی بپرسد مردگان چگونه بر می خیزند و با چه نوع بدنی می آیند؟ چه سوال ابلهانه ای! آنچه می کاری تا نمرده زنده نمی شود. هنگامی که چیزی میکاری، کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمیکاری، بلکه تنها دانه ای را میکاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. اما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است بدان میبخشد و هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا میکند. همه جسم ها یکی نیستند. آدمیان را یک نوع جسم است، حیوانات را نوع دیگر، پرندگان را نوع دیگر، ماهی ها نیز دارای نوع دیگر از جسمند. و همین سان کالبدهای آسمانی وجود دارد و کالبدهای زمینی، اما جلال کالبدهای آسمانی از یک نوع است و جلال کالبدهای زمینی از نوع دیگر. خورشید جلال خاص خود را دارد، ماه جلال دیگر و ستارگان نیز جلال دیگر. جلال هر ستاره نیز با جلال ستاره دیگر متفاوت است. در مورد رستاخیز مردگان نیز چنین است. آنچه کاشته می شود فساد پذیر است، آنچه بر می خیزد فساد ناپذیر. در ذلت کاشته می شود، در جلال بر می خیزد، در ضعف کاشته می شود، در قوت بر می خیزد. بدن طبیعی کاشته می شود، بدن روحانی بر می خیزد. اگر بدن طبیعی وجود دارد، بدن روحانی نیز وجود دارد. چون که نوشته شده است انسان اول یعنی آدم موجود زنده گشت، آدم آخر روح حیات بخش شد. ولی روحانی اول نیامد بلکه طبیعی آمد و پس از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از آسمان است. هر آنچه انسان خاکی واجد آن بود در خاکیان نیز وجود دارد و هر آنچه انسان آسمانی داراست در آسمانیان نیز یافت می شود. و همان گونه که شکل انسان خاکی را به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که جسم و خون نمی تواند وارث پادشاهی خدا شود و آنچه فاسد پذیر است وارث فاسد ناپذیری نمیتواند شود. گوش فرا دهید، رازی را به شما میگویم. ما همه نخواهیم خوابید، بلکه همه دگرگون خواهیم شد، در یک آن و در یک چشم به هم زدن. آنگاه که شیپور آخر نواخته شود، این به وقوع خواهد پیوست، زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان در فساد ناپذیری برخواهند خواست و ما دگرگونه خواهیم شد، زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیر را بپوشد و این بدن فانی باید به بقا آراسته شود. چون این فساد پذیر فساد ناپذیر را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه که آن کلام مکتوب به حقیقت خواهد پیوست که میگوید مرگ در پیروزی فرو بلعیده شده است. ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجاست؟ نیش مرگ گناه است و نیروی گناه شریعت. اما شکر خدا را که به واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می بخشد. پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خدا مشغول باشید، زیرا می دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. آمین. ممنون. از برادر جیمز میخوام که موعظه امروز رو برام داشته باشه. Thank you very much, and I ask Brother James to say exhortation, Moise, exhortation for today. Sorry, mixed up. Well, good afternoon, all. Hasta hamigi bechay. I actually have
at the start of my notes, a reminder to myself that it's a great blessing to see so many people here today. در واقع توی نوت امروزم نوشتم که یک برکت خیلی خوبیه و ما لطف خدا شامل حال ما شده که تعداد زیادی از عزیزان امروز اینجا دور هم جمع شدن. So we see brothers and sisters in Christ. ما برادران و خواهرانمون در مسیح رو میبینیم اینجا. And we see friends, God willing, will become brothers and sisters in Christ. برادران و دوستان عزیزی رو میبینیم که به امید خدا در آینده جز خواهران و برادران ما میشن. And we know that the Bible tells us that the gospel will be preached to all nations. و همچنین ما میدونیم که توی کتاب مقدس اومده و به ما گفته شده که این کتاب موعظه میشه به تمام ملت‌های دنیا. And I think a church like Liverpool City proves that to be the case. من فکر میکنم که این کلیسای لیورپول داره این رو مثلا تایید میکنه، یعنی میگه که این کار انجام شده. And because the Bible tells me that, I believe God that it will be even as it is told me. من به خاطر اینکه خدا این رو به من گفته، من باور دارم که همون اتفاقی میفته که خدا میخواد و گفته به من وعده داده. Now, I don't know how many of you noticed that that was a direct quote from the Bible, but you'll see it in Acts 27. If you have your Bible handy, open Acts 27. میگه من نمیدونم که شما باور دارین که این واقعی هستش یا نه، ولی اگر کتاب اعمال رسولان باب 27 رو باز بکنید، من میتونم بهتون یه چیزایی نکته هایی رو بگم. So, I'll give you some homework to take away with you. You need to, later or tomorrow, whenever, read this whole chapter for context. من به شما یه ذره در کار توی خونه میدم بهتون که حالا امروز یا فردا هر زمانی که وقت داشتیم کل این باب رو بخونیم، باب 27. I'll briefly tell you that it's a chapter about a dangerous voyage for the Apostle Paul. و به صورت خلاصه بهتون میگم که این باب یک بابی هستش که راجع به اتفاقات عجیب غریبی که برای پولس افتاده صحبت میکنه. And you'll read in verse 20, I'll say it in English and then Sir Peter can translate it or read it from her Bible. Sure. It says in verse 20, when neither sun nor stars appeared for many days and no small tempest lay upon us, all hope that we should be saved was then taken away. اعمال رسولان باب 27 باب verse 20 bro. Yeah, verse 20. Yes. Just give me a second. روزها همچنان می‌گذشت و ما رنگ خورشید را و ستارگان را نمی‌دیدیم و طوفان نیز فروکش نمی‌کرد، آنگونه که همگی امید نجات از کف داده‌ایم. Now, these are the words of Paul, and we can assume that he shared in that hopelessness. این جمله‌ای که پولس اینجا مطرح کرده، ما می‌دانیم توی یک شرایطی بوده که همه امیدشون رو از دست داده بودن و همه ناامید بودن. Because no matter how brave we are, this was a storm that would cause our human fears to take over. We would be afraid. مهم نیستش که حالا ما چقدر آدمای شجاعی باشیم، ولی این یک طوفانی بوده که بالاخره ترس در ما به وجود در اونها به وجود آورده یا در ما به وجود میاره و هممون میترسیم. In fact, we're told that 276 people on board that ship shared in the hopelessness. در واقع به ما گفته شده که 270 خورده مرد حالا آدم توی اون کشتی بودن که همه اینها حالا داشتن مثلا ناامید بودن و به هم دیگه هی میگفتن که مثلا امیدی به زندگی نداشتن. And I wonder if Paul was aware of Agrippa's comment in the previous chapter, the last verse, chapter 26, verse 32, where it says
This man could have been set free had he not appealed to Caesar. 32. Yep. Chapter 26, verse 32. Is that right? That's correct. The last yeah. verse of the previous chapter. Yeah. میگن که آیه آخر از باب قبلی میگه که اگر پیاس به فستوس گفت اگر این مرد از قیصر دادخواهی نکرده بود میشد او را همکنون آزاد کرد. And I think Paul had the faith to know that he was part of God's plan and purpose. من فکر میکنم که پولس میدونسته که یعنی این ایمان رو داشته، این باور رو داشته که بخشی از برنامه خداوند بوده، هدف خداوند بوده. And I'll tell you why. In Acts 23, it says, the following night, the Lord stood by him and said, be of good cheer, Paul, for you have testified of me in Jerusalem, so must you also witness in Rome. و در اعمال 23 which verse bro you read the verse why you didn't tell me it'll be verse so it's chapter 23 verse 11 باب 23 آیه 11 هم میگه که در همان شب خداوند کنار پولس ایستاد و گفت دل قوی دار همان گونه که در اورشلیم بر من شهادت دادی در روم نیز باید شهادت دهی. I'm certain that on this ship there were people from all over the place. من مطمئنم که توی اون قایق مردمانی بودن که از مناطق مختلف اومده بودن. And they probably believed in all sorts of different gods, had all sorts of different religions. و احتمالا خیلی از اونها حالا اعتقادات متفاوتی داشتن، انواع و اقسام خداها رو میپرستیدن و دینهای متفاوتی داشتن. So there were probably people praying to their various gods for deliverance, wanting to be saved. و احتمالا مردمی که حالا توی اون قایق بودن همه داشتن دعا به روش خودشون حالا با بسته به مذهب خودشون دعا میکردن و از خدایی که باور داشتن میخواستن که مثلا نجات پیدا کنن. But I'm certain that Paul was praying to the one true God. و مطمئنم که پولس دعا میکرد در از و از خدای واقعی اون خدای راستی که وجود داشت میخواست که نجات پیدا کنه. And in verse 23 of chapter 27, he says, for there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. تو آیه 23 باب 27ش میگه فرشته خدایی که از اویم و خدمتش میکنم در کنارم ایستاد و گفت مترس تو برای is that 23 is that right? Yeah, verse 27, 23, that's it, 20, chapter 27, verse 23. زیرا دیشب فرشته خدایی که از اویم و خدمتش می کنم در کنارم ایستاد. And we can say that Paul is praying to the same God whom we serve and whom we worship. اما من مطمئنم و باور دارم که پولس به همون خدای عبادت میکرد و درخواست میکرد که ما امروز عبادت میکنیم و بهش خدمت میکنیم. And the two verses that I alluded to earlier, verses 24 and 25, I'll paraphrase them and then you can read them, Sepita. Paul yeah. says that these words were said to him, fear not, Paul, you must be brought before Caesar. And lo, God has given you all them that sail with you. و در ادامه آیه 24 و 25ش میگه پولس مترس تو باید برای محاکمه در برابر قیصر حاضر شوی و به یقین خدا جان همه همسفرانت را نیز به تو بخشیده است. پس ای مردان دل قوی دارید زیرا به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. And then verse 25, he says, for I believe God that it shall be even as it was told me. Yeah, I already read that, bro. Okay. So here was Paul saying, I believe God
that it shall be even as it was told me. بعد میبینیم که داره میگه که همون اتفاق پولس داره به یارانش میگه که اون اتفاق میفته من باور دارم اون اتفاقی که اون به من گفته میفته. So the Bible tells us the truth of God. و کتاب مقدس به ما حقیقتی رو میگه که خداوند گفته همون حرفی رو که خداوند خواسته یا گفته میزنه. In fact, said Peter, I'll ask you to read these verses from verse 20 to 25. So 20, 21, 22, 23, 24, and 25. It's not that long a reading. So you read it in first. That's fine. Yeah. Okay. Yeah, I will. آیه 20 تا 25 رو براتون میخونم. روزها همچنان میگذشت و ما رنگ خورشید و ستارگان را نمیدیدیم و طوفان نیز فروکش نمیکرد. آنگونه که همگی امید نجات از کف دادیم. پس از مدتها بی غذایی پولس در میان ایشان ایستاد و گفت سروران شما میبایست سخن مرا میپذیرفتید و کرت را ترک نمی کردید تا این همه آسیب و زیان نبینید. اما اکنون نیز از شما خواهش می کنم که شهامتتان را از دست ندهید. زیرا آسیبی به جان هیچ یک از شما نخواهد رسید. فقط کشتی از دست خواهد رفت. زیرا دیشب فرشته خدایی که از اویم و خدمتش می کنم در کنارم ایستاد و گفت پولس مترس تو باید برای محاکمه در برابر قیصر حاضر شوید. و به یقین خدا جان همه همسفرانت را نیز به تو بخشیده است. پس ای مردان دل قوی دارید زیرا به خدا ایمان دارم که همان گونه که به من گفته است خواهد شد. I believe God that it shall be even as it was told me. و میگن که من باور دارم به خدا که همان گونه که اون به من گفته میشه همون اتفاقات میفته. But I want us to think about what it means to say that you believe God. و من میخوام که شما رو توجه شما رو به این جلب کنم که اون این چه چیزی برای ما داره این گفته چه حالا چیز چه رفلکسی تو زندگی ما داره چه آینه ای هست توی زندگی ما چه باوری داریم از خدا. Because many people will say that they believe in God. خاطر اینکه خیلی از مردم میگن که ما با خدا رو باور داریم. But what does it mean to say that you actually believe God? There's a subtle difference. میگه ولی این خیلی متفاوت هستش که تو با خدا رو به خدا باور داشته باشی به وجود خدا ایمان داشته باشی. And the difference is that some people will say they believe in God, but it doesn't affect the way they live their lives. بعضی از مردم حالا میگن که ما خدا رو باور داریم ولی اثرات باور داشتنشون و اون ایمانشون هیچ اثری توی زندگیشون نداره و هیچ تغییری توی زندگیشون ایجاد نمیکنه. I believe that God created the heavens and the earth. من باور دارم که خدا آسمان و زمین و همه چیز رو خلق کرده. I believe that Jesus is the Son of God. باور دارم که عیسی پسر خداوند هستش. That he lived his life in perfect obedience to God. و زندگیش در طول زندگیش به نحو خیلی عالی از خداوند تبعیت کرده. That he was killed by crucifixion. و اون به صلیب کشیده شده. And that he was raised again by God after 3 days. و اون دوباره از مرگ برخواسته بعد از 3 روز. He ascended into heaven. و فرستاده شده به آسمان. And when the time is right, God will send him back to the earth to establish the kingdom. و زمانی که زمان درستش برسه خداوند دوباره اون رو به زمین میفرسته برای اینکه پادشاهیش رو نصب بکنه. And God's kingdom will be perfect. Have we lost Sir Peter? Stationing.
Have we frozen? We lost our translator. So the closing words, who's going to volunteer this? God's kingdom will be perfect. Yeah. So God's kingdom will be perfect. It will be a time of peace and love. و زمان خواهد بود که فقط صلح و عشق و محبت وجود خواهد داشت. The Bible tells us that there will be no more sorrow or pain and ultimately no more death. و خداوند این وعده رو به ما داده در اون پادشاه خداوند هیچ غم و غصه و هیچ مرگی وجود نخواهد داشت. And God has made it possible for us to share in that kingdom through his son, Jesus Christ. و قطعاً این پادشاهی توسط تنها پسرش عیسی ناصری شکل خواهد گرفت. And one of the objectives of my talk when I give this particular talk is that all of us can say, we believe God, that it will be even as it has told us. و قطعاً هدف من از صحبت امروز این هست که اون خدایی که باور داشته باشیم که بهش ایمان داریم و میدونیم به صحبتاش خواهیم رسید. So Paul said it to all of those people frightened and praying for their lives. و پولس به تمام اون افرادی که ترسیده بودن و دعا میکردن برای زنده موندن. And if we can try to imagine what that must have been like for Paul to stand forth in that raging storm to say, I believe God that it shall be even as it is told me. و میتونیم تصور کنیم تو اون شرایطی که همه ترسیده بودن و پولس جلوی همه اونها وای میساد و تو اون شرایط سخت بهشون میگفت من اعتقاد دارم به همون چیزی که خداوند به من گفته و قطعا همون اتفاق میفته. And particularly now, when we come to the bread and the wine. و به ویژه در شرایط امروز و جلسه امروز که به بحث نان و شراب میرسیم. Those of us baptized into the saving name of the Lord Jesus. و تمام ماهایی که در نام عیسی مسیح در واقع قرص گرفتیم. We can partake of that bread and wine and say to ourselves, we believe God that it shall be even as it is told us. و هممون میتونیم بگیم با قطعیت که اون به خدا ایمان داریم که اون صحبت هایی که به ما گفته قطعا اتفاق میفته. Thank you. Thank you so much. Peter's back, by the way. I am sorry, the network was poor. No worries, thank you. خب مرسی از برادر جیمز باعث برای موعظه خوبشون. Thank you, Brother James, for your exhortation. میرسیم به مراسم نان و شراب. قبلش چند تا نکته، یکی این که این نان و شراب برای دوستانی که تعمید شدن، پس دوستانی که تعمید نشدن ازش استفاده نکنن، ممنونم. Now we reach to the most important part of our today's meeting, which is take place between the brother and sister that get baptism. و اینکه هم سکوت رو رعایت کنید هم با هم دیگه صحبت نکنید ممنون میشم. دعای نان رو برادر آلن اگه زحمت بکشن. I ask brother Allen to say a word of prayer for a bread, please. Almighty God, ای پدر عزیز ما, we a few of your children would come before you now. ما یه تعدادی از فرزندان تو هستیم که به سمت تو میاییم. With that great privilege that we can call you our father. و با این شانس بزرگ که میتونیم به تو بگیم پدرمون, تو رو پدرمون بخونیم. And once more before he returns, we remember our Lord and Master. و یک بار دیگه اومدیم که یادآور سرور و بزرگمون بشیم. That we remember our Lord Jesus Christ in bread and wine. و یادآور عیسی مسیح در نان و شراب باشیم. We'd ask Father that you bless this bread to us now. ما از تو درخواست می‌کنیم که به این نان برکت بدی.
It represents his life, his body given in obedience to you. این نمایانگر زندگی عیسی هستش که در راه تو داده. Every day of his life he trusted and put his faith and trust in you, Father. هر روز از زندگی اون با اطمینان و اعتماد به تو بوده. Even unto death. حتی زمان مرگ. We pray that as we partake of the bread, we think about how we have behaved in the week that has gone. و ما این نان را می‌خوریم و فکر می‌کنیم به کارهایی که در هفته گذشته انجام دادیم. And think about how we can do better in the week to come. و فکر می‌کنیم راجع به کارهایی که می‌تونیم پیشرفت بدیم و بهتر انجام بدیم در هفته پیش رو. How we can try and be more like our Lord and Master. و سعی بکنیم که خیلی بیشتر شبیه سرور و آقامون بشیم. But recognizing that our sins are forgiven through his actions. و بتونیم ما هم به عنوان بخشیده بشیم از طریق عملی که اون برای ما انجام داده. So please help us to go into this week and put our faith and trust in you. به ما کمک بکن لطفاً که بتونیم در هفته پیش رو ایمان و عملمون رو در باره تو یکی کنیم. Because your word is true and everything you say will come to pass. به خاطر اینکه کلام تو حقیقی هستش و هر چیزی که تو بگی انجام میشه. So please bless this bread to us now. ازت خواهش میکنیم که این نان را برکت بدی الان. We ask this through your Son, the Lord Jesus Christ. این را از طریق پسر سرور ما عیسی مسیح میخوایم. Amen. آمین. متا باب 26 آیه 26 چون هنوز مشغول خوردن بودن عیسی نان را برگرفت پاره کرد به شاگردان داد گفت بگیرید بخورید این است بدن من. Matthew chapter 26 verse 26 and as they were eating Jesus took bread and after blessing it broke it and gave it to the disciple and said that take it this is my body. دعای شراب رو برادر حسن رضایی هستی برادر؟ بله برادر جان. We ask brother Hassan Rezai to say a word of prayer for a cup of wine, please. ای پدر آسمانی نام تو مقدس. Our heavenly Father, your name is holy. به حضورت آمده ایم برای یادآوری خون پسرت که برای بخشش گناهان ما ریخته شد. We come to you to remember your only son blood that pour out for our forgiveness.
از تو ممنونیم به خاطر امنیت و آرامشی که در این جلسه داشتیم. We thank you because we can come together in safe place. به ما اراده ای بده که هرگز محبت تو رو فراموش نکنیم. Please help us to understand you and never forget your kindness. از تو میخواییم به این جام شراب برکت و دعوت بسپریم. We ask you to bless this cup of wine. تمامی این دعا رو در نام یگانه فرزند عیسی مسیح می‌خوام. I ask all this prayer through your only begotten Son, Jesus Nazareth. آمین. آمین. سپس شام را برگرفت، بعد از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: بنوشید، این است خون من برای عهد جدید که به خاطر آمرزش گناهان ریخته می‌شود. And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink it, all of you. This is my blood of the new covenant, that is poured out for your forgiveness of sin. مرسی. دعای پایانی رو برادر جان زحمتشون کشید. We ask Brother John to say a word of prayer for closing our today's meeting. Father in heaven, we thank you that we've been able to meet together to remember your son. پدر ما در آسمان ها هست و ممنونیم که به ما این فرصت رو دادی که دور هم جمع بشیم و پسرت رو یادآور شیم. Look after us now as we go out into the world. مراقب ما باش وقتی که ما بیرون میریم و توی این دنیا برای خودمون هستیم. Help us to remember our Lord Jesus Christ, not just in the meeting, but as we carry on with our lives. به ما کمک بکن که سرورمون عیسی مسیح رو به یاد داشته باشیم، نه فقط توی این جلسه بلکه در تمام مراحل زندگیمون. Help us to understand your word and to teach your gospel to others. به ما کمک بکن که کلامت رو بهتر بفهمیم و بتونیم اون رو به دیگران هم یاد بدیم. Care for us and keep us safe while we do this. برای ما نگران ما باش و کمک ما بکن که بتونیم وقتی بیرون میریم امن باشیم، آسیب نبینیم. Pray for our friends and for our families. Look after them. دعا میکنیم برای دوستانمون و خانوادهمون، مراقب اونها هم باش. Pray for people all over the world who may be suffering or in pain or in trouble. دعا میکنیم برای مردم در سرتاسر جهان که ممکنه در رنج و مشقت و درد باشن. We pray that you'll give them peace and the strength to overcome their troubles. به دعا میکنیم که به اونها آرامش، امنیت و آرامش بدی و اون چیزی که لازم دارن رو، قدرتی رو بهشون بدی که بتونن با مشکلاتشون مبارزه کنن. Pray
especially that our Lord Jesus Christ will soon return. دعا میکنیم مخصوصا برای اینکه سرورمون عیسی مسیح زودتر برگرده. So that war and suffering and trouble will come to an end throughout the world. بدین وسیله هستش که تمام جنگ و مشقات و مشکلات تموم میشه. Grant that we may be ready for him when he returns. کمک کن که ما آماده باشیم زمانی که اون برمیگرده. So that we may serve you through him in the kingdom to come. و ما بتونیم تو رو خدمت به تو بکنیم در پادشاهی عیسی زمانی که اون برمیگرده. We ask this prayer in Jesus' name. این دعا رو در نام عیسی از تو میخواییم. آمین. آمین. مرسی از همه عزیزانی که روحانی و دعاها رو انجام دادن. Thank you for everyone who were reading and praying. مرسی از شما بابت ترجمه خوبتون. خواهش میکنم. ببخشید من نمیدونم نتورکم چی شد یه دفعه قطع شدم. خب کلاس رو میسپارم به برادر جیمز بابت امور کلاس.